از همه مردم عزیز تقاضای کمک دارم. لطفا ما را حمایت کنید قبل از اینکه دیر بشه. محمد قبادلو پسر من فقط 22 سالشه و با این حال که مریضه و ناراحتی اعصاب داره، وکلای اون رو عزل کردن. دادگاه وکلاش رو عزل کرده، اجازه ورود وکلا رو به دادگاه ندادن و بچه من رو غریب گیر آوردن. بدون وکیل از اون بازجویی کردن و در همون اولین جلسه دادگاه حکم اعدامش رو صادر کردن. آیا این عدل اسلامیه؟ تو کدوم دادگاه با اولین جلسه حکم اعدام صادر میکنن؟ و میخوام به همین سرعت هم حکم رو اجرا کنن. خواهش میکنم درود بر شما دانشجویان عزیز. به جلسه پنجم دوره غلبه بر چالش‌های نمایندگی حقوقی خوش اومدین. در جلسه پیش به اهداف و مأموریت‌هایی که مؤسسات حقوقی حوزه حقوق بشر برای خودشون تعریف می‌کنن پرداختیم و با نگاه به تجربه‌های مؤسسات مختلف در کشورهای مختلف این بحث رو پیش بردیم. در این جلسه می‌خوایم مروری کنیم بر زیرساخت‌های مؤثر برای دفاع از حقوق انسانی و مدنی شهروندان و همینطور درباره زیرساخت‌هایی که به طراحی مؤثر چنین راهبردهایی کمک می‌کنند بحث کنیم. برای طراحی راهبردهایی که باعث ایجاد تغییرات مثبت در راستای دفاع از حقوق انسانی و مدنی شهروندان جامعه و پیشبرد اهداف حقوق بشر میشن، وکلای حوزه حقوق بشر باید درک روشنی از اهداف خودشون و زیرساختهای جامعه‌ای که در اون کار میکنن داشته باشن. شناخت زیرساختهایی که میتونه برای ایجاد تغییر حقوقی مثبت در حوزه حقوق بشر استفاده بشه بستگی به شرایط و ویژگی‌های هر جامعه داره و امکان داره به مرور زمان تغییر کنه. به صورت کلی میشه چنین زیرساختهایی رو به 4 دسته کلی تقسیم کرد. 1. زیرساخت مردمی. 2. زیرساخت سیاسی. 3. زیرساخت بین المللی. 4. زیرساخت قضایی. وکلای حوزه حقوق بشر معمولاً برای طراحی راهبرد مؤثر به منظور پیگیری اهداف خودشون این چند زیرساخت رو همزمان مورد هدف قرار میدن. 1. زیرساخت مردمی. زیرساخت مردمی با توجه به ملاحظاتی میتونه برای پیشبرد اهداف حقوق بشری بیشترین استفاده رو داشته باشه. این ملاحظات از این قراره. اهداف حقوق بشری مورد نظر متضاد با هنجارهای فرهنگی بومی است و برای ایجاد تغییر حقوقی در راستای آن اهداف نیاز به تغییر هنجارهای فرهنگی بومی در سطح مردمی است. اهداف حقوق بشری مورد نظر از محبوبیت لازم مردمی برخوردارن و سیستم سیاسی جامعه طوریه که دولت خودشو ملزم به پاسخگویی مطالب مردمی میدونه. اهداف حقوق بشری مورد نظر از محبوبیت لازم مردمی برخوردارند و سیستم سیاسی جامعه به دنبال اصلاحات داخلی برای بهبود روابط بین المللی خود است. جامعه به سیستم رسمی قضایی و سیاسی کشور اعتماد نداره و اجرای عدالت از طریق مجراهای غیر رسمی محلی مثل سازمانهای مذهبی یا شوراهای حل اختلاف قبیله‌ای در اون جامعه پیگیری میشن. یا جامعه به دنبال تغییر سیستم قضایی و سیاسی خود است ولی بر سر چگونگی یا اولویت‌های آن تغییر به بحث و مذاکره مشغول است. 2. زیرساخت سیاسی. زیرساخت سیاسی زمانی میتونه برای پیشبرد اهداف حقوق بشری بیشترین استفاده رو داشته باشه که حکومت برای تغییر ابراز تمایل میکند. حکومت برای بقای خود نیاز به اصلاحات حقوقی داره. یا رقابت سیاسی داخلی فضایی را برای پیگیری اهداف حقوق بشری ایجاد می کند.
3. زیرساخت بین المللی. زیرساخت بین المللی زمانی برای پیشبرد اهداف حقوق بشری بیشترین استفاده رو میتونه داشته باشه که حکومت نگران شهرت بین المللی خود است. وکلا و مؤسسات حقوق بشری داخل کشور برای حفظ امنیت یا تأمین مالی خود نیاز به کمک سازمان‌های بین المللی دارند. جامعه جهانی از اهرم‌های لازم برای فشار سیاسی به حکومت برخوردار است. سیستم قضایی کشور برای تأمین مالی یا توسعه خدمات خود حاضر به همکاری با سازمان‌های بین المللیه. یا جامعه جهانی با اهداف حقوق بشری مورد نظر همدل است. 4. زیرساخت قضایی. زیرساخت قضایی زمانی میتونه برای پیشبرد اهداف حقوق بشری بیشترین استفاده رو داشته باشه که قوه قضایی کشور صالح، مستقل و بی‌طرف باشد، طوری که وکلای حوزه حقوق بشر بتوانند امید به پیگیری اهداف خود از طریق دادگاه را داشته باشند. ساختار حقوقی کشور طوریه که موفقیت حتی در یک پرونده شخصی در حوزه حقوق بشر بتونه به عنوان مرجع یا الگو برای پرونده‌های مشابه مورد استفاده قرار بگیره. یا سیستم سیاسی کشور حاضر به اجرای احکام مستقل دادگاه است و قوه قضایی نزد مردم از مشروعیت لازم برخوردار است. همونطور که پیشتر گفته شد، تحلیل شرایط خاص هر جامعه در انتخاب زیرساخت‌های مناسب برای طراحی راهبردهای مؤثر که بتونن اهداف حقوق بشری رو پیگیری کنن لازمه. و در اکثر موارد برای پیگیری اهداف حقوق بشری باید از چند زیرساخت استفاده کرد و عواملی که زیرساخت‌های مختلف رو مؤثر می‌کنن اغلب به هم ارتباط دارن. علاوه بر این، برخی از اهداف حقوق بشری ذاتاً به دنبال تغییر در یک زیرساخت خاص هستن، ولی زیرساخت‌های دیگه هم برای ایجاد اون تغییر میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. برای مثال، یکی از اهداف مهم مؤسسه فدراسیون بین المللی وکلای زنان ایجاد برابری جنسی در مسائل مربوط به وراثت در سراسر آفریقا است. معمولاً در بیشتر کشورهای غرب آفریقا، وقتی مردی که سرپرست خانواده است فوت می‌کنه، اموال اون به خانواده پدری مرد برمیگرده. در نتیجه، همسر اون مرد فوت شده یک شبه می‌تونه فقیر و بی‌خانمان بشه. در ابتدا، وکلای این مؤسسه ریشه اصلی این مشکل رو تبعیض جنسی در قانون شناسایی کردند. و در راستای این تحلیل، این مؤسسه به دنبال راهکاری برای تغییر قوانین مربوط به ارث از طریق زیرساخت سیاسی در اون کشورها افتاد و حتی تونست در خیلی از کشورهای غرب آفریقا مجلس رو مجبور کنه که به زنان حقوق برابر در قوانین مربوط به وراثت بدن. با این حال این مؤسسه بعداً پی به این نکته برد که در کشورهایی که این قوانین طبق میل اونها و در ظاهر به سمت بی‌طرفی جنسی تغییر کرده، باز هم عملاً نابرابری جنسی در چگونگی تقسیم ارث و میراث از طریق وصیت‌نامه و شیوه‌های غیر رسمی ادامه داره. با توجه به این مشاهده، این مؤسسه سپس شروع به بررسی عوامل فرهنگی این موضوع کرد و متوجه شد که تغییر افکار عمومی از طریق زیرساخت مردمی برای تحقق واقعی هدف برابری جنسی در قضیه ارث و میراث به اندازه تغییر قانون اهمیت داره. و بعد این مؤسسه مشغول پیگیری چندین کارزار آگاهی بخشی مردمی و آموزش به جامعه در مورد موضوع ارث زنان شد و سعی کرد رهبران مذهبی و محلی رو هم در این کارزارها دخیل کنه. نمونه مشابه دیگه موضوع ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنانه که علارغم اصلاحات حقوقی در جهت ممنوعیت ختنه زنان در بعضی کشورها همچنان ادامه داره و هست. چون افکار عمومی در اون کشورها همچنان به صورت گسترده اعتقاد به ختنه زنان دارن.
مثال مؤسسه فدراسیون بین المللی وکلای زنان در آمریکا و قوانین مربوط به وراثت این سوال رو ایجاد میکنه که رابطه قانون و افکار عمومی چگونه است؟ به طور سنتی، قوانین جامعه، اما از مدون یا غیر مدون، در خیلی از موارد ریشه در آداب و رسوم یک جامعه دارن. و زمانی که کنشگران محلی به دنبال تطبیق قوانین محلی با اصول بین المللی حقوق بشر هستن، به ویژه در مورد مسائل خانوادگی یا جنسی، به دنبال تغییری هستن که شاید بسیار مترقی تر از هنجارهای فرهنگی در اون جامعه باشه. در نتیجه تغییرات اجتماعی که از بالا از طریق زیرساخت سیاسی یا قضایی با تغییر قوانین رسمی به مردم تحمیل بشه، میتونه با مقاومت اجتماعی مواجه بشه و در عمل کارایی زیادی نداشته باشه. برای حمایت از تغییرات حقوقی در راستای اهداف حقوق بشری، معمولاً اقناع جامعه لازمه. با این حال، برخی قوانین یا هنجارهای ضد حقوق بشر مثل قتل‌های ناموسی یا سنگسار به قدری دور از انسانیت هستن که اجازه دادن به تعصبات فرهنگی محلی برای ادامه این سنت‌های غیر انسانی و جلوگیری از ریشه کردن اونها مطلقاً غیر اخلاقیه. اما یک مسئله دشوار هم در اینجا وجود داره. اینکه کدام قوانین یا هنجارها علارغم تضاد با آداب و رسوم رایج محلی نیاز به اجرای فوری حقوقی از بالا و توسط زیرساخت سیاسی یا قضایی دارند و کدام یک از تغییرات حقوقی مطلوب بهتر بعد از تغییر فرهنگ محلی و اجماع گسترده مردم اعمال بشن. تعیین این مسئله بسیار سخته. یه مسئله دشوار دیگه هم وجود داره. اینکه در حکومت‌های مستبد که به دلیل نبود آزادی برای فعالیت سیاسی ممکن نیست که فرهنگ نامطلوب محلی که توسط حاکمیت حمایت میشه تغییر کنه، چگونه میشه با آموزش عمومی دست به تغییر اون فرهنگ زد؟ آموزش عمومی از خارج توسط روزنه‌های کوچکی که اون جامعه با دنیای آزاد داره، مثل ارتباط از طریق اینترنت یا ماهواره، شاید بتونن با کمی خلاقیت تا حدی نقش آگاهی سازی جامعه رو به دوش بکشن. البته هر چندینا هیچ وقت نمیتونن به اندازه آموزش مستقیم محلی مؤثر باشن، اما در حد خودشون تأثیرگذار خواهند بود. همچنین زیرساخت‌های بین‌المللی مثل فشار سیاسی جامعه جهانی به حکومت یا کمک‌های خارجی مالی مشروط به قوه قضاییه شاید بتونه حکومت رو وادار کنه که تا حدی فضا رو برای آموزش مدنی در جهت ارتقاء وضعیت حقوق بشر کشور باز کنه. برای آموزش مدنی در جهت تغییر فرهنگ نامطلوب محلی که مغایر اصول بین المللی حقوق بشره، ابتدا باید ریشه های اون فرهنگ به درستی فهمیده بشه و راهکاری مؤثر و خلاق با آگاهی عمیق فرهنگ جامعه برای اقناع مردمی طراحی بشه. همچنین همکاری با چهره های محلی که مورد اعتماد جامعه هستن میتونن ابزار مفیدی برای آموزش مدنی باشن. در مجموع، هر کدوم از زیرساخت‌های مردمی، سیاسی، قضایی و بین‌المللی بسته به شرایط جامعه میتونن برای پیشبرد اهداف حقوق بشری مکمل یکدیگه باشن. خب عزیزان، به پایان جلسه پنجم رسیدیم. در این جلسه به بررسی زیرساخت‌های مؤثر برای دفاع از حقوق انسانی و مدنی شهروندان پرداختیم و درباره هر کدوم از این زیرساخت‌ها بحث کردیم. در جلسه ششم اما درباره استفاده از اهرم‌های بین‌المللی برای دفاع از حقوق مدنی و انسانی شهروندان حرف می‌زنیم و هر کدوم از این اهرم‌ها رو معرفی می‌کنیم و کاراییشون رو به بحث می‌کشیم. کامیاب و جستجوگر باشید.